پس از انتشار تصاویری از سفر همسر و دختر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه و واکنش‌ها به این سفر در شبکه‌های اجتماعی، فرزند دیگر آقای قالیباف گفته است که این سفر خطایی ناپخشودنی است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی زهرا مشیر همسر آقای قالیباف و دو همراه دیگر او را در حال بازگشت از استانبول نشان می‌دهد که مشخص شده این دو همراه دختر او مریم قالیباف و همسرش محمد رضا بهریایی است. سلام به همراهان خوبم، به کانال خودتون خوش اومدید. اگر به خبرهای جنجالی علاقمند هستید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید و تا پایان ویدیو همراه ما باشید. وحید اشتری از کاربران جناح اصولگرای موسوم به عدالت خواه که برای نخستین بار سفر خانوادگی قالیباف به ترکیه را افشا کرد در توییتر نوشته هویت این ستم و نسبت آنها با رئیس مجلس ایران زمانی روشن شده که آنها حین تحویل بار به دلیل حجم بالای آن که گفته می شود خرید سیسمونی نوزاد بوده به مشکل برخوردند. او نوشت پیشاپیش قدم نورسیده را خدمت آقای قالیباف تبریک عرض می کنم، ولی باور کنید نمی شود آن بالا نشست و با چفیه برای مردم از تولید ملی و اشتغال و ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودروی ملی سخنرانی کرد و خانواده را برای خرید سیسمونی بدرقه ترکیه کرد. داریم از این تناقض ها پاره می شود. الیاس قالیباف فرزند دیگر در پستی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده بدون اشاره به حضور مادرش در این سفر تقصیر را به گردن خواهر خود انداخته و گفته است که چون این سفری آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقیناً اشتباه است. البته او که خود با اتهاماتی در مورد فساد اقتصادی مواجه است مدعی شده که خواهر او و همسرش برای خرید سیسمونی به سفر ترکیه نرفتند و پدرش با این سفر مخالف بوده است. او نوشت خواهرم و همسرش کاری انجام دادند که حتما غلط است. این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباه است. آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستی ها و بزرگ نمایی هایی در متن های منتشر شده وجود دارد، اما به هر صورت انجام این سفر خطایی نابخشودنی است، چرا که باعث می شود همه تهمت هایی که در گذشته به پدرم و خود آنها زده شده است را صحیح جلوه دهد. آنچه این خطا را نابخشودنی تر می کند آن است که به امید و اعتماد مردم ضربه می زند و زبان ضد انقلاب و بدخواهان را دراز می کند. این رفتار حتما مخالف نظر و مشی و مرام پدرم است. آنان که میخواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند بدانند که این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود، ولی متاسفانه نادیده گرفته شد. بنده به سهم خودم از همه مردم عذرخواهی میکنم و آنها هم حتما باید عذرخواهی نماید. انشاءالله خدا در این شبهای قدر همه قصورها و خطاهای ما را ببخشد. تا لحظه که تنظیم این گزارش واکنشی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی یا دفتر او در این باره منتشر نشد، اما محمد باقر قالیباف از جمله مدیران ارشد جمهوری اسلامی است که از یک سو نام او با برخی پرونده های فساد اقتصادی گره خورده و از سوی دیگر همواره در اظهار نظرهای عمومی علیه موارد مشابه این موضع گیری کرده است. از جمله در سال 96 زمانی که آقای قالیباف در نقش رقیب انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشت، در مناظره های انتخاباتی با تاکید بر اینکه 96% از جامعه ایرانی را در مقابل 4% سرمایه سالار و راندخار نمایندگی می کند، مدعی شده بود که وزیر آموزش و پرورش وقت لباس بچه خود را از ایتالیا وارد می کند. انتشار تصاویر خانواده قالیباف در فرودگاه و پست الیاس قالیباف که تلاش کرده پدرش را مخالف این سفر نشان دهد و از مردم خواسته خطای فرزند را به پای پدر ننویسند، موجی از انتقاد را در فضای مجازی فارسی زبان برانگیخته است. کاربران بسیاری نوشتند که سبک زندگی خانواده مسئولان جمهوری اسلامی خلاف ظاهر و ادعاهای آنها بوده و در حال حاضر تنها به دلیل قدرت شبکه‌های اجتماعی برملا می‌شود. زهرا مشیرالاستخاره همسر آقای قالیباف که مثل او متولد ترقبه مشهد است، دانش آموخته جامعه شناسی و مدرس دانشگاه است و در سالهای اخیر در مواردی خبرساز بوده و از جمله مدتی به عنوان عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات فعالیت داشته است.
همچنین در سال 97 گزارش هایی در مورد انتصاب او به ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد منتشر شده که این گزارش ها در آن زمان با پیگیری خبرگزاری اینا تایید شد. اما شاید خبرسازترین موضوع در مورد همسر آقای قالیباف نقش او در مؤسسه خیریه امام رضا در تهران است که مشخص شد شهرداری تهران در زمان آقای قالیباف به طور غیرقانونی اما با پیچیدگی و ظاهرسازی 60 میلیارد تومان به حساب آن واریز کرده و دست کم 3 قطعه زمین به مساحت 7000 متر و 3000 متر در اختیار این خیریه گذاشته است. این موضوع نخستین بار در آبان 95 توسط اعضای وقت شورای شهر تهران افشا شد و بعدتر در مرداد 98 زمانی که شورای شهر تخلفات شهرداری تهران در سال 93 را بررسی می‌کرد جزئیات دیگری از آن منتشر شد، اما در نهایت پیگیری اعضای شورا در این باره بی نتیجه ماند. محمد باقر قالیباف از سال 84 تا 96 به مدت 12 سال شهردار تهران بود و انتقادها از فساد او و اطرافیانش همواره در ایران مطرح بوده است. با این حال در شرایطی که عیسی شریفی قائم مقام او در شهرداری تهران به دلیل تخلفات شهرداری به زندان محکوم و حتی خود آقای قالیباف در بررسی قضایی پرونده مربوط به فرزندش به دادگاه احضار شد، اما هیچ یک از این تخلفات و اتهام‌های مربوط به فساد منجر به کنار گرفتن او از قدرت نشد و حتی به محض برکناری او از شهرداری تهران با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت درآمد. بعدتر قالیباف سرلیست فهرستی شد که اصولگرایان در اسفند 98 برای انتخابات مجلس در حوزه تهران ارائه کردند و در همین مسیر ریاست مجلس شورای اسلامی را به دست گرفت. ممنون از همراهیتون. لازم به ذکره که این کانال اصلا و به هیچ عنوان سیاسی نیست و فقط ما خبرهای مهم و جنجالی رو مخابره میکنیم. ازتون ممنونم بابت همراهیتون. در پناه خدا باشید.